آیا حقوق بشر همگانی و جهان شمول است؟ می توان حقوق بشر نشأت گرفته از یک بافت مشخص تاریخی را به جوامعی با پیشینه متفاوت تسری داد؟ سلام. در 1947 زمانی که متن اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین می‌شد، هیئت امنای انجمن انسانشناسی آمریکا هشدار داد که این اعلامیه متأثر از ارزش‌های جاری در جوامع غربی است و تلاش برای تحمیل این ارزش‌ها به جوامع دیگر را به صلاح ندانست. این هشدار البته بعداً رنگ باخت و تشکل‌های انسانشناسان در آمریکا اکنون چنین اعتقادی را با این صراحت بیان نمی‌کنند. اما مخالفت با جهان شمولی حقوق بشر و به خصوص با اعمال فشار برای به کرسی نشاندن آن کماکان از جوانب مختلف بیان می‌شود. این مخالفت صرفاً محدود به جناح تندروی حاکم در ایران یا حزب کمونیست چین نیست. در غرب هم هستند کسانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را محصول شرایط خاص از جمله دو جنگ خانمانسوز جهانی می‌دانند و نتیجه می‌گیرند که حقوق بشر حداقل به معنای جاری آن جهان شمول نیست. از جمله ایرادهای دیگری که بیان می‌شود در سایه قرار گرفتن حقوقی است که چه بسا در جوامع غیر غربی اهمیت بیشتری داشته باشند، مثل حق کار و البته در سال‌های اخیر حق برخورداری از هوای سالم. در برنامه امروز می‌پرسیم آیا حقوق بشر جهان شمول است و از مرزهای زمانی و مکانی و فرهنگی عبور می‌کند؟ از سوی دیگر آیا انکار جهانی بودن حقوق بشر در نهایت ما را به دام نسبیت فرهنگی و از آن طریق شانه خالی کردن از حقوق بشر نمی‌اندازد؟ مهمان‌های این هفته علم صالح، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه اگزتر بریتانیا، رها بحرینی حقوقدان از سازمان عفو بین‌الملل، و روزبه بلحری خبرنگار امور کارگری از رادیو فردا. خیلی خوش آمدید. ابتدا از شما بپرسم خانم بحرینی که تعریف رایج از جهان شمولی حقوق بشر چیه؟ به چه معنیه وقتی میگیم حقوق بشر جهانیه؟ اصل جهان شمولی حقوق بشر رو میشه از دو منظر مفهومی، فلسفی و سیاسی و بین المللی مورد بحث قرار داد. از نظر مفهومی اصل جهان شمولی حقوق بشر به خود مفهوم حقوق بشر برمیگرده. حقوق بشر به حقوقی گفته میشه که انسان‌ها صرف نظر از نژاد، مذهب، ملیت، جنسیت و زبان و عقیده دارند و طبق متن اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق ریشه در شأن و منزلتی دارند که همه انسان‌ها صرف انسان بودن شایسته برخورداری از اون هستند. میشه گفت اصل جهان شمولی با طرح این آرمان برابری انسان‌ها در نقاط مختلف جهان در مقابل رویکردهای ناسیونالیستی، افراطی مذهبی یا سکسیستی قرار می‌گیره که همیشه بخشی از انسان‌ها مثل زنان، سیاه‌پوستان، معلولین، همجنسگرایان، در بعضی جوامع غیر مسلمانان، در بعضی جوامع مسلمانان رو در یک مقام پستر و غیر انسان قرار میدن و اصل جهان شمول حقوق بشر با مقابل کردن با این رویکردها ایده دموکراتیک کردن و همگانی کردن مقوله انسان رو مطرح میکنه و اینکه ما به وضعیتی در جهان برسیم که هر انسانی از یک زندگی توأم با منزلت و شأن برخوردار باشه. اون چه که در ادامه این بحث مطرح میشه اینه که خب حقوقی که برای داشت یک زندگی توأم با منزلت و کرامت لازمه چه حقوقی هستن و شاید اینجاست که بیشتر بحث وارد عرصه سیاسی و اجتماعی میشه و اینجاست که حقوق بشر نتیجه تجربه های بشریه و مبارزه جوامع انسانی که بیان یک سری حقوق رو به عنوان حقوق بنیادین برای جامعه انسانی تعریف بکنن و در طی 6 دهه گذشته از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گستر این حقوق بنیادین وسیع‌تر شده. آقای صالح، این تعریف چه ایرادی داره؟ برای اینکه شما با مقوله جهان شمول بودن حقوق بشر مشکل دارید و در این ایراد می‌بینید؟
بله، من فکر می‌کنم چیزی که خانم بهرنی گفتن بیشتر جهانی کردن حقوق بشر تا جهان شمولی بودن آن، به این معنا که حقوق بشری که تولید و باز تولید یک تجربه بسیار خاص تاریخی، سیاسی، فرهنگی و دینی غرب بوده که بسیار هم مترقی، هیچ کس مشکلی با مترقی بودن آن نداره، اما مختص و با در نظر گرفتن خصوصیات یک فرهنگ خاص، یک جغرافیای خاص و یک تاریخ خاص، این محصول به عنوان یک نسخه حقوق بشری به دنیایی که بسیار متعدد و کثرت‌گرا هست داره تحمیل میشه. البته تحمیل به معنای اعمال قدرت، قدرت فرهنگی برای اینکه دیگران با در نظر گرفتن گفتمان دیگری به این نسخه عمل بکنن. حالا مشکل ما در اینجا چه خواهد بود؟ اول اینکه مشکل ما هستی شناسی مسئله حقوقه. اصلا چه چیزی حقوقه؟ چه کسی حق داره تعیین کنه حقوق دیگران؟ اصلا آیا حق و حقوق وجود دارن؟ و اگر هم حق و حقوقی وجود داره چه کسی میتونه اونها رو پیدا کنه، تعریف کنه و به اصطلاح به دیگران اعمال کنه اون حق و حقوق رو؟ ما اینجا دو تا مشکل پیدا میکنیم. یکی مشکل آنهایی هستن که اثباتگرا هستن و تصور میکنن که حقوقی وجود داره و ما میتونیم به اون حقوق دست پیدا کنیم و وقتی که به اون حق مطلق دست پیدا کردیم، این حق و اجازه رو داریم که اون رو به دیگران که ضرورتاً شاید نپذیرن تحمیل کنیم. کسانی هم هستن که میگن ما در دنیایی هستیم که کثرت‌گراست، تمام این حقوقی که ما اسم ازشون میبریم زایده تجربه عقل بشری است و ضرورتاً بازگو کننده حقایق نیست. دنیایی داریم با خصوصیات متفاوت، با تجارب متفاوت زمانی. در اینجا با سه تا نگرش به موضوع میتونیم پیدا کنیم. نقدگراها بر این عقیده هستند که باید ساختار شکنی بشه، تمام این فرهنگ‌های مختلف باید ساختارهاشون شکسته بشه و ما به یک ساختار جهانی همشمولی به اصطلاح فراگیر دست پیدا کنیم در حقوق بشر زوال که در حقوق بشر بخشی از جهانیه. بله، دموکراسی، حقوق بله. بشر، سعادت ورزی، رهایی، آزادی بله. هایی که تعریف شده در غرب و غرب محور هستند. دیدگاهی داریم که واقع‌گرایان، اونها اصلا با اصطلاحاتی که چون جامعه جهانی اصلا مشکل دارن، میگن اصلا ما جامعه جهانی نداریم، ما مجموعی از کشورهایی داریم که خصوصیات خود را دارن و در نهایت امر قدرت فرهنگی اقتصادی نظامی است که تعیین میکنه که چه چیزی درسته چه چیزی غلطه. دیدگاهی سومی که به موضوع از یک زاویه دیگه ای نگاه میکنن میگن که دیدگاهی پسانوگرایی، پست مدرنیست یا پسا استعمارگرایی، بر این هم قائلن که ما در جهان خصوصی که جغرافی های مختلف داریم، فرهنگ های مختلف داریم، تاریخ های مختلف داریم، دغدغه های حقوقی و امنیتی متفاوت داریم. بدون شک فهم یک نروژی از امنیت، از سعادت بسیار متفاوت از یک عراقی یا سوریه‌ای. دغدغه های امنیتیش متفاوته. توصیه اونها چه هست در این صورت؟ توصیه اونها اینه که با در نظر گرفتن خصوصیات جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی هر ملتی و یا هر مجموعه انسانی، این نسخه باید تعدیل بشه، باید گفتمان بشه، باید کثرت‌گراییش جهان شمولی، نه به این معنا که من نسخه ای رو به اینها تعمیل کنم، به این معنا که دیدگاه های اونها رو هم مد نظر قرار بگیرم. بله، به عبارت دیگه شما معتقد هستید بین اونهایی که میخوان نسخه های متفاوت حقوق بشر ارائه کنن باید یه گفتگویی در بگیره و اون چه که اعلامیه جهانی حقوق بشر هست باید از یک منبع صادر نشه. در ادامه برنامه احتمالاً خواهیم دید که نقدهایی به نظر شما وارد خواهد شد یا نه، ولی اجازه بدید ببینیم که آقای بلحری نظرشون چیه. برای اینکه شما در صحبتهایی که پیش از برنامه با من داشتید از یه طرف منتقد سازمانهای حقوق بشری و گفتمان این سازمانها بودید،
از طرف دیگه معتقد بودید که دیدگاهی که جهان شمولی حقوق بشر رو رد میکنه، دیدگاه آقای صالح، این هم قابل نقده. میتونید در چند دقیقه هر دو نقد رو بیان کنید یا ترجیح میدید؟ هر دو رو بیان. بله، بفرمایید. یک بحث میشه مطرح کرد در مورد انتقادم به سازمان حقوق بشری، در این حال که خب بحث جهان شمول بودن حقوق بشر مطرح میشه، این بحث تسری داده نمیشه از جمله در مورد ایران به بحث به طور مثال حق معیشت کارگران یا حتی دفاع از آزادی تشکل‌های صنفی. معمولاً مورد به مورد است، به صورت سیستماتیک بررسی نمیشه، در حالی که مشکلات کارگران در ایران خب خیلی فراتر از اینا هست. کارگران قرارداد موقت هست که بالای 90% هستند، کارگرانی هستند که کارگاه‌های زیر 5 و 10 نفر دارن کار میکنن و در دوران دولت‌های آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی از شمول قانون کار حذف شدن، بنابراین حتی مشمول افزایش حقوق ماهانه هم نمیشه، حالا بیمه و موارد دیگه به کنار. اینها معمولا نادیده گرفته میشه، در که حتی اگر هم نگاه بکنیم در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این موضوع پرداخته شده یا حتی در قانون اساسی ایران، بنابراین این زمینه برای کار کردن در موردش وجود داره. به این ترتیب شما اگر چنین بی توجهی به مثلا کمکاری میگم، این رو به نهادهای حقوق بشری ربط میدید یا به این اصطلاح گفتمان حقوق بشری که متاثر از جهان شمول بودن اونه؟ در درجه اول این کمکاری، حالا بی توجهی من به کار نمیبرم، چون خب سازمان حقوق بشری میگم مورد به مورد به این موضوع پرداختند، از کمکاری استفاده میکنم. به نظر من اگر سازمان حقوق بشری به این موضوع پردازند، به نظر من خیلی بهتر خواهد بود. اون بحث جهان شمول رو هم میتونه در بر بگیره. در مورد بحث دوستمون آقای صالح، نکته‌ای که مطرح هست این که خب شاید یک سری تفاوت‌های فرهنگی وجود داشته باشه، از جمله بحثی که به عنوان ارزش‌های آسیایی مطرح شد، ولی به طور مثال حق معیشت یک حق جهانیه، اینکه دستمزد کارگر به صورت مرتب پرداخت بشه بعد این یک حق جهانیه و تو فرهنگ‌های مختلف بهش توجه شده کاملا. از جمله نگاه بکنیم در دین اسلام، پیامبر مسلمانان میگه قبل از اینکه عرق کارگر خشک بشه دستمزدشو بدین، یا اگر دستمزد کارگر به تعویق بیفته یکی از گناهان بزرگه. ولی خب در ایران داریم میبینیم خیلی راحت نادیده گرفته میشه و توجیه همیشه از طرف حالا دستگاه‌های حکومتی یا به حال یا حتی نادیده گرفته میشه توسط رسانه‌ها. خانم بحرینی، وقت دارید به نقدهای آقای صالح جواب بدید. من میخوام روی دو نکته متفاوت دست بذارم در صحبت‌های شما. یکی بحث تحمیل که چندین بار به اون اشاره کردین و دومم بحث تفاوت‌های فرهنگی. در مورد تحمیل من فکر می‌کنم این بحث داره مشکله، به این دلیل که شما اگر به روند تدوین قوانین حقوق بشری در 6 دهه گذشته نگاه بکنید، می‌بینید که هم دولت‌های متفاوت از نقاط مختلف جهان در تدوین و تفسیر اسناد حقوق بشری نقش داشتن و هم نهادهای حقوق بشری و مدنی از گوشه و کنار دنیا در اجلاس‌های مختلف سازمان ملل حضور می‌یابند، نسخه‌های اولیه کنوانسیون‌های بین‌المللی رو تدوین می‌کنند، به نهادهای مربوطه پیشنهاداتشون رو ارائه می‌دن و این اسناد بین‌المللی حقوق بشری در طی یک پروسه طولانی و مشارکت عمومی که تدوین میشه. ممکنه که در سال 1948 وقتی اولین سند بین‌المللی تدوین شد بتونین بگین که کسانی که در اون نقش داشتن عمدتاً از یک خاستگاه لیبرالی یا غربی یا مسیحی بودن، ولی اولاً که محصولی که به دست دادن محصول جهانی بود و هر انسانی الان اگر غربی هم نباشه میتونه این حقوق رو مطالبه کنه، و دوماً همینطور که گفتم بعد از اون کنوانسیون‌های متعددی تصویب شدن. الان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 169 عضو داره، یعنی اکثر کشورهای جهان میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون منع شکنجه، اینها همه بالای 100 کشور و گاهی تا 190 کشور عضو دارند. کشورهایی که عضو این پیمان‌نامه هستند داوطلبانه در مقابل نهادهای ناظر سازمان ملل حاضر میشن و سعی میکنن بگن که دارن به این کنوانسیون ها عمل میکنن. نقدتون به بخش دوم چی هست؟
نقد همراه با سوال در رابطه با مسئله فرهنگی. خب فرهنگ یک پدیده یکسان، همگون و ایستا نیست و به نظر من وقتی که این موضوع تفاوت‌های فرهنگی برای زیر سوال بردن اصل جهان شمولی مطرح میشه، باید حتما پرسید که با چه اهداف سیاسی این اصل جهان شمولی زیر سوال میره، چه کسی در جایگاه سخنگوی فرهنگ قرار داره و منافع چه کسانی در این مجادله های فرهنگی داره ازش دفاع میشه و مهمتر از همه کسانی که در کشورهای مختلف دارن از سنت های فرهنگی آسیب و لطمه میبینن تا چه حد درجه مشارکتشون در ساخت اون فرهنگ و تغییر اون فرهنگ چیه. برای مثال در ایران اگر همجنسگرایان حقوقشون داره زیر پا گذاشته میشه، آیا هیچ نقشی دارن که سخنگوی فرهنگ، مدعیان فرهنگ اونها باشن و نه آقای لاریجانی در ستاد حقوق بشر؟ اینها سوالات مهمیه که به نظر من وقتی بحث تفاوت‌های فرهنگی میشه باید به اون پرداخت، چون عموماً ناقضان حقوق بشر هستن که مدعیان و مفسران فرهنگن. در مورد تحمیل، ما دو گونه تحمیل داریم. یکی این که اعمال قدرت فیزیکی به عنوان تحریم فلان کشور و یا حتی حمله نظامی به کشوری به خاطر زیر پا گذاشتن حقوق انسان‌های مردمان اون کشور یا همسایه، که در چند دهه اخیر ما اون رو مشاهد بودیم. یکی هم که غیر محسوس هژمونی فرهنگی غربیه که بدون اینکه ملت‌ها اصلا بخوان، این یک سری قواعد، یک سری اصطلاحاتی که در غرب ساخته و پرداخته شده، و ضرورتا من اینجا مخالف این اصطلاحات و مفردات نیستم، من میگم این مفردات محصول بازتولید عقل غربی هستند که برای با در نظر گرفتن خصوصیاتش برای خودشون خیلی عالیه، ولی وقتی بخوایم این بستر رو برداریم بذاریم در کشورهایی که دغدغه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی بسیار متفاوتی دارن، مطمئنا با مشکل مواجهیم. پس یکی هژمونی، یکی اعمال زور و قدرت کشورهای بزرگ. در مورد نکته دوم، ببینید ما تضادهای بسیار زیادی داریم در مسئله حقوق بشر و جهان شمولیان. اگر قرار باشه فرهنگ‌ها ایستا نباشن، ثابت نباشن، پس چه همه چیز نسبی باشه، پس چرا حقوق بشر به خودی خود نسبی نباشه؟ ما میبینیم که حقوق بشر هم از نظر افقی هم از نظر عمودی همیشه در قابل تغییر کرده. حتی در خود غرب فهم ما در از حقوق بشر در غرب با در نظر گرفتن اجازه دادن به شکنجه های خاصی، نوعی خاصی از شکنجه ها در خود غرب، بدون شک به این معناست که داره باز تعریف میشه. آقای ساله چندین بار گفتن که حقوق بشر تدوین شده در یک بافت تاریخی مشخصه و این رو نمیشه تسری داد به جامعه دیگه با فرهنگ‌های متفاوت. شما آیه بلحری چنین اعتقادی رو قبول میکنید؟ آیا در جایی مثل ایران فرهنگ ایرانی ناآشناست با این مفاهیمی که در مجموعه حقوق بشر تدوین شده و اینها قابل انطباق نیستند یا هستند؟ به خصوص در حوزه‌ای که شما کار می‌کنید، مسائل کارگری، گفته میشه تفاوت‌ها در جامعه مثل ایران چنان بارزه با جامعه‌ای که حقوق بشر رو تدوین کردن که ممکنه به راحتی نشه این مجموعه رو در ایران منطبق کرد. فکر نمی‌کنم این بحث درست باشه. یعنی شما وقتی که بحث تشکل یابی رو مطرح میکنید، خب ما در زمان تاریخ ایران هم قبلا داشتیم، اصناف بودند و با حکومت در ارتباط بودند، اصناف بازاری در بازار اصلا اصناف مختلفی بودند، آهنگران بودند، پارچه فروشا بودند و با حکومت در تعامل بودند، با کلانتر شهر و بعد از تاریخ با حکومت. بنابراین بحث جدیدی نیست به نظر من. که در یکی از بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی حق تشکل کارگران یا اصناف، فکر میکنید در فرهنگ‌های مثل ایران هم بوده؟ قریب نیست به نظر من. یا بحث دستمزد که خب قبلا هم اشاره کردم، این به نوعی به نظرم مغلطه هست. اگر این بحث به خصوص در حوزه حالا که خب روش کار میکنم، بحث کارگری داره مطرح میشه، واقعیت نداره به نظر. شما در مورد نقدی که آقای بلحری از سازمان‌های حقوق بشری کردند نظرتون چیه که نسبت به بعضی حقوق از جمله حقوق کارگری بی‌اعتنا هستند؟ من
من با آقای بلحری کاملا موافقم که گفتمان حقوق بشری در ایران کاملا تحت سایه حقوق مدنی و سیاسی بوده و تا به امروز آگاهی عمیقی در مورد حقوق اقتصادی اجتماعی که در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی آورده شده وجود نداره و در این زمینه سازمان‌های حقوق بشری هم به دلایل مختلف، نه فقط به خاطر کمکاری، به نظر من در این زمینه تحقیقاتی را انجام ندادن یا در مقابل کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی ظاهر نشدن، یا همین اخیراً کمیته معلولین که ناظر بر کنوانسیون حقوق معلولین کارنامه ایران رو مورد بررسی قرار داد و هیچ نهاد حقوق بشری جز یک نهاد حقوق بشری که روی مسئله همجنسگرایان و ترانسجندرها کار میکرد حاضر نبود. یعنی این یک ضعف بزرگ در رابطه با کار روی ایران هست، ولی از نظر جهانی حقوق بشر فقط حقوق مدنی و سیاسی رو در بر نمیگیره. حق آب آشامیدنی سالم، حق مسکن، حق آموزش، حق بهداشت، اینها حقوق گفتمان حقوق بشری انعطاف داره و سریع واکنش نشون میده به تحولات روز. مثلا ببینید بحث هوای پاک که در جاهایی مثل خوزستان ایران در یک فصولی تقریبا مترادف میشه با حق حیات، برای اینکه هوا چنان آلوده است که کلی تلفات خب در رابطه با حق حیات در جایی مثل چین، در جاهایی که هوای آلوده میکشه آدم ها رو، تبدیل میشه هوای پاک به یک حق حیاتی. آیا گفتمان حقوق بشری این انعطاف رو داره، یا به گفته ایشون از یه بافت تاریخی مشخص در اومده، یک بسته ای شده و این بسته مدام به انهای مختلف فروخته میشه به جامعه دیگه؟ اسناد حقوق بشری کاملا مشخصی در رابطه با حق سلامت که زیر اون حق هوای سالم هم قرار میگیره وجود داره. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق سلامت و کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی تفاصیل خیلی مفصلی در رابطه با حق سلامت و حق هوای پاکیزه، تعهدات دولت‌ها که نباید فضای این اسناد تبدیل به کار میشه، به فعالیت میشه. در بعضی کشورها کاملا شده، مثلا عفو بین‌الملل سال 2001 یک کمپین جهانی 3 ساله در رابطه با زندگی با کرامت درخواست که دیمند دیگنیتی کمپین بود داشت، که به مسئله فقر، ابعاد مختلف فقر و چه موارد نقض حقوق بشری منتهی به فقر میشه پرداخت. یعنی در سطح جهانی این بحث در خیلی کشورها پیش رفته، در رابطه با ایرانه که این خلأ گسترده وجود داره. من میتونم بگم در رابطه با ایران یک دلیلش برای مثلا نهادی مثل سازمان عفو بین‌الملل عدم دسترسی به ایرانه، چون شما روی حقوق اقتصادی اجتماعی اگر بخواید کار کنین دسترسی به اطلاعات در مورد مثلا مواد بودجه بندی یا رفتن به منطقه که شما بتونین از نزدیک اون مسائل رو مشاهده بکنین بسیار ضروری تره تا وقتی که مثلا بخواید حق دادرسی منصفانه یا شکنجه رو بررسی کنید، که با خوندن دادنامه ها و صحبت با وکیل و قربانی هم میتونین به نتیجه گیری برسید. بله. آقای صالح، دیدگاه شما آیا به نسبیت فرهنگی نمی انجامه؟ و نسبیت فرهنگی گفتمانی است که آقای لاریجانی رو در بر میگیره، تا حزب کمونیست چین، تا نمیدونم چه بسا اطرافیان آقای پوتین و خیلیا که میخوان به هر حال از زیر حقوق بشر شانه خالی کنن. من اینجا بگم که من نه فقط حقوق بشر بلکه همه چیز رو نسبی میدونم، با در نظر گرفتن دیدگاهی پست مدرنیست یا پسا مدرنیست. به همین خاطره که یعنی شما حق شکنجه رو نسبی میدونید؟ نه، ما اینجا یک خلط مبحث نشه. مسئله حقوق انسان و حقوق طبیعی انسان برای اینکه مورد اذیت، آزار قرار نگیره، رها باشه، آزادی داشته باشه، اینا ضرورتاً چیزایی نیست که غرب بهش رسیده خب باشه در 1948. اینها بسیار بسیار قبل از این، چندین قرن پیش، هزاران سال پیش حتی، این حقوق انسان و حقوق طبیعی بوده و هست و خواهد بود. پس حقوق بشر چیه که با این حقوق طبیعی بشر یک پروژه سیاسی غربیه که تعریفش میتونه به اندازه تعداد آدمهایی است که بر روی زمین هستن. ولی بخش مهمی از حقوق بشر حقوق طبیعیه. بله. یه مفهوم گسترده‌ای که از قرن 16 در اونم در اروپا شکل گرفت. بله. این حقوق طبیعی اونهایی که راجبش صحبت کردن حقوقی است که انسان صرفاً با انسان بودن میتونه مطالبهشون بکنه. بله. از جمله اینکه شکنجه نشه. به این ترتیب به منع شکنجه نسبی نیست دیگه. بله. اون دیگه ما هیچ کدوم از
دیدگاه‌های غیر غربی در مورد حقوق بشر نداریم که بگه شکنجه باید بشه. هیچ کسی اینو نمیگه. چرا شما مثلا اگر نگاه کنید الان در ایران کنوانسیون منع شکنجه رو نمیپذیرن چون سنگسار و شلاق زدن رو خب در شکنجه نمیدونن. در آمریکا هم شکنجه های خاص خودشون رو دارن که تعریف متفاوتی داره. خب ولی آمریکا از طرف کمیته منع شکنجه مورد بازخواست قرار گرفت. بله دقیقاً. ببینید تضادهای بسیار زیادی در این مبحث هست. ما چند سال پیش یه رفراندومی داشتیم که اسکاتلندیا حق تعیین سرنوشت خودشون رو داشته باشن. بسیار هم عالی برگزار شد. اصلا با کار نداریم. من بحث من اصلا قضاوتی نیست که چی درسته چی غلطه. بحث من بیشتر اینه که چه چیزی قابل انطباقه. چه چیزی میشه اعمال کرد. آیا ما بخوایم حق تعیین سرنوشت رو برای تمام اقلیت‌های قومی، مذهبی و دینی و حتی قبیله‌ای یا ایدئولوژیک در جهان به اصطلاح ارائه بدیم؟ ما با چه چیزی مواجه میشیم؟ چیزی که شاید منجر به ساخته شدن 3000 حداقل 3000 کشور در جهان که مطمئناً مشکلات امنیتی، اقتصادی، رفاه، توسعه رو به شدت در جهان پایین خواهد آورد. یعنی مثلا هستید مثلا حق تعیین سرنوشت که گفته میشه جزو مجموعه حقوق بشریه، این از اون چیزهایی است که به راحتی میشه گفت جهان شمول نیست و قابل انطباق نیست. به این معنایی که من این نکته رو اینجا اضافه کنم. من نمیگم این اصطلاح غلطه. اتفاقا تمام این اصطلاحاتی رو که به کار میبریم کاملا پسا استعمارگرا میگن عالی ان، بسیار هم خوبن، بسیار مترقی هستن، ولی انطباق پذیریشون مشکل داره. اجازه بدید من یه خوب سوال داشتم. این راجع به نسبی بودن حقوق بشر صحبت کردیم، کدوم بخشش میتونه نسبی باشه و باید تغییر کنه به نظر شما؟ یعنی الان کامل نیست مثلا همین حق تعیین سرنوشت که ایشون گفتن، این از اون چیزا بگم. خب این حق تعیین سرنوشت یعنی به طور مثال شما وقتی که ما منکر این اصل بخوایم بشین در برخی از کشورها، بنابراین از تمام حقوقی که اون اقلیت قومی میتونه برخوردار باشه به نوعی داریم منکرش میشیم. اگر اقلیت قومی که در یک کشور در چارچوب یک جغرافیایی کشور داره زندگی میکنه از حقوق کامل برخوردار باشه، هیچ وقت فکر جدایی نمیفته. خب نتیجه رفراندوم اسکاتلند به طور مثال نشون داد. خب دلیلی برای جدایی به اون صورت احساس نمیشد. یعنی نظر غالب این بود. شما فکر میکنید که اگر حق تعیین سرنوشت در مجموعی که ما حقوق بشر مینامیم لحاظ نشه، در اون صورت مایه پامال شدن حقوق اقلیت ها خواهد شد در کشورهای مختلف؟ شما که بهتر با این اسناد آشنا هستید، حق تعیین سرنوشت جزو مجموعه حقوق بنیادی بشری است تو اعلامیه جهانی بشر؟ حق تعیین سرنوشت در اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده، ولی در میثاق‌های بعدی به اون شکل نیامده و جزء حقوق کاملا قابل بحثه از این جهت که معناش چیه. بنابراین من فکر می‌کنم چون تا اینجای بحث شما به طور کلی از حقوق بشر صحبت می‌کردین و اینکه قابل انطباق نیست، فکر میکنم باید چند نمونه دیگه از حقوقی که به نظرتون فکر میکنین حق تعیین سرنوشت مثال خوبی نیست. بله چون تفسیرش خیلی بحث برانگیزه. خب که آیا تعیین سرنوشت در حوزه داخلیه یا به معنی جدا شدن و یک کشور مستقل تشکیل دادن؟ از یه جهت دیگه این مثال خوبیه. چرا؟ برای باز کردن یه مفهوم دیگه در برنامه. حقوق بشر وسیع‌تر میشه، مدام میثاق‌های جدیدی نوشته میشه و در کشورهای مختلف اینها قانونی میشه، به عبارتی کشورها بهش میپیوندن و به این ترتیب از نظر بعضی از فیلسوفان حقوق این به معنی باد کردن حقوق بشره. به عبارت دیگه معتقدن که این روند اگر ادامه پیدا بکنه شما با یه مجموعه وسیعی مواجه خواهی شد که امکان دفاع رو ازش میگیره. از جمله کسایی که راجب این کتاب نوشتن حقوقدانیست فیلسوف حقوقیست به اسم جاشوا کوهن که میگه که هرچه حقوق بشر کوچکتر باشه و بنیادی تر باشه و غیر قابل بحثه، امکان دفاع ازش بهتره. در واقع شما یک باروی میتونید بسازید اطرافش و ازش دفاع کنید. شما فکر نمی‌کنید این نظر درسته واقعا؟ یعنی اگر حقوق بشر مدام گسترش پیدا بکنه، آیا این به معنی این نیست که امکان دفاع ازش راحت نیست دیگه؟
به طور عملی حقوق بشر یه ابزاریه برای گروه‌های مختلف اجتماعی در کشورهای مختلف که مطالبات عدالت‌خواهانه و برابری‌خواهانه‌شون رو پیش ببرن، و من فکر می‌کنم بیش از اون که حقوق به تعدادش افزوده شده باشه در این سال‌ها، تفسیر عملی کردن حقوقه که اینکه به چه شکلی دولت‌ها باید عملی بکنن، چه گروه‌های مختلفی رو باید در نظر بگیرن که بس پیدا کرده. به طور مثال حق آموزش به زبان مادری فکر میکنید در مجموعه مدون حقوق بشری باید باشه، جزء حقوق بنیادیه، یا نه اونجوری که اون فیلسوفی گفتم اسمش بره ممکنه جزء اون چیزایی باشه که شاید زیر مجموعه حقوق بشری در اعلامیه جهانی و میثاق‌های متصل دیگه قابل بحث نیست. حق آموزش به زبان مادری جزء حقوقیه که در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی اومده، تفاسیر بسیاری روش وجود داره و حقوقیه که همین که تفاسیر بسیاری ازش وجود داره، تفاسیر بسیاری وجود داره چون اقلیت‌های تحت ستم دائما به این حقوق ارجاع دادن تا بتونن حقوقش رو مطالبه بکنن، و این برمیگرده به بحث فرهنگ هم که شما میگین مطابقت نداره. واقعا من میخوام به اون سوال اولم برگردم که صاحب فرهنگ کیه؟ آیا صاحب فرهنگ اقلیت تحت ستم در گوشه ای از کشور در حاشیه، یا اون کسی که بر مسند قدرت نشسته؟ بله دقیقاً، بعد سوال شما رو میشه با این سوال جواب داد که صاحب کسی که تعیین میکنه حقوق بشر چیست و کیست و کجا باید اعمال بشه و کجا نباید اعمال بشه کیست. خب، مشکل ما بیشتر من بحث من همینه که از حقوق بشر یک استفاده ابزاری سیاسی داره میشه در جهان برای ایجاد صالح. استفاده ابزاری از یه چیزی به خودی خود نباید خود اون چیز رو زیر سوال ببره. درست. و یا کاری که شما میکنید عملا این نیست که دارید به دلیل اینکه استفاده ابزاری میشه به طور مشخص شما جنگ عراق و حوادث 10-20 سال اخیر دقیقا. خود این مجموعه رو زیر سوال میبرید. دقیقاً به همین دلیلم من نمیخوام فرهنگ هایی که درشون اشکالاتی به دلایل خاصی وجود داره رو زیر سوال ببریم، چون که فرضاً حکومت اون فرهنگ داره یه کار غلطی میکنه و ما تصور کنیم این مردم، این ملت، این فرهنگ امکان فکر کردن برای مصلحت های خودشون رو ندارن و ما هستیم که باید بهشون بگیم چه چیزی درسته چه چیزی غلطه. به عنوان یک پروژه‌ای که ادوارد تایید اسمش رو بذاره شرق شناسی به این معناست که هر آن چیزی که درسته، هر آن چیزی که مترقیه، هر آن چیزی که خرد ورزه غربی است، دموکراسی، آزادی، رهایی و اینا اصطلاحاتیه که دیگر فرهنگ ها از جمله حقوق بشر که دیگر فرهنگ ها باش بیگانه اند، دیگر فرهنگ ها مرتجع، عقب مانده، دیکتاتور، سلطه‌گرا، و در نهایت امر این پروژه که ما بیایم فکر کنیم و تصور کنیم هر چیزی که ما میگیم مطلقه. همینجور تازه خانم بهرینی اشاره فرمودن در مورد یک مسئله خاصی در حقوق بشر بازنگری شده. خب این نشون میده که مطلق نیست، نسبی است. پس اگر نسبیه قابل تغییره، و اگر ما تصور کنیم مطلقه، فرق ما با دیکتاتور، با سلطه‌گران یا دیکتاتورهایی که همیشه تصور میکنن مطلقه، به حقیقت مطلق رسیدن چیست؟ مثال بهائیان رو من می‌خواستم بزنم. اقلیت بهائی در ایران از همون ابتدا تحت فشار قرار داشته، خیلی برخوردهای سنگینی باهاش شده. در دوره شاید یه حالا برخورد لیبرال تری باهاش صورت می گرفت، در دوره پهلوی زیاد تحت فشار نبودن، ولی به خصوص در طول حدود 4 دهه گذشته به شدت تحت آزار و اذیت قرار داشتن. هم سازمان های حقوق بشری به این موضوع اشاره کردن، هم سازمان های وابسته به بهائیان. حکومت جمهوری اسلامی ایران همیشه بارها توجیه میکنه که ما بهائیت رو به رسمیت نمیشناسیم، اینا اصلا مسلمان نیستن، خارج از دینن، حالا هر چیزی که به عنوان تبلیغ مطرح میشه. و خب در تضاد کامل با بحث حقوق بشر قرار داره، بحث سازمان‌های بین‌المللی قرار داره، و دفاع از این قضیه هم بحث اختلاف فرهنگی مطرح میکنه، بحث اینکه این چیز ارزش دینیه و کاملا متضاده. اینو چگونه میشه توجیهش کرد؟ من موضوع همینه. ببین اگر بحثتون اینه که آخه میدونید شما بحثی رو مطرح کردید در این مورد که زمانی ممکنه که مثلا از لحاظ فرهنگی این فرهنگ غالب هم نباشه. متاسفانه بهائی ستیزی یک نوع فرهنگ غالبه که از طرف حکومت هم
متاسفانه به نوعی داره دامن زده میشه. من. ببینید اینجا وقتی من میگم استفاده ابزاری از حقوق بشر میشه دقیقا همینه. به این معنا نیست که یک مجموعه باید یا نباید به اصطلاح بهشون ظلم بشه یا ستم بشه یا با در نظر گرفتن قوانین درست یا غلط یک کشور چگونه باشون رفتار میشه. به این معناست که اگر یک همچین اتفاقی جای دیگه بیفته هیچ مشکلی نداره. ولی اگر یک جایی که من بخوام این کار غلطه، این که ازش استفاده ابزاری بشه اینجا درسته و اینجا غلطه. به عنوان مثال مداخله های انسانی در سومالی هیچ هر اتفاقی بیفته مشکل نداره، چون که مصلحتی نداره غرب برای اعمال حقوق بشر در سومالی. ولی وقتی که به کشورهایی که مصلحت سیاسی داره در عراق، اونجاست که وارد عمل میشه. وقتی که بمب شیمیایی در عراق استفاده میشه در دهه 80 بر علیه مردم خودش مشکلی نیست، ولی وقتی که یک بمب شیمیایی حالا به هر شکلی در سوریه اتفاق میفته مشکل میشه. ببینید استفاده نگاه ابزاری دولت ها رو به عنوان نگاه نهادهای حقوق بشری معرفی میکنید. اینکه دولت آمریکا در گوانتانامو بی شکنجه انجام داده نقض فاحش حقوق بشره و از طرف سازمان ملل محکوم شده و کشورهایی که به نام حقوق بشر مداخله نظامی انجام دادن نقض حقوق بین الملل را مرتکب شدن و منشور سازمان ملل را زیر پا گذاشتن. بنابراین عملکرد دولت‌های مدعی حقوق بشر به معنی این که این عملکرد از سوی نهادهای مستقل حقوق بشری قابل تایید نیست. کاملا درسته، منم هیچ مشکلی با حقوق بشر ندارم. من میگم بسیار افکار مترقی است، ولی میشه ازش استفاده ابزاری سیاسی کرد که میتونه بسیار عواقبش وخیم باشه. این استفاده برای ابزاری به خود ماهیت حقوق بشر برمیگرده، به دلیل اینکه از یه یا اینکه نه به ماهیت جهان شمولی بودنش. یعنی من تصور کنم که یک حقیقت مطلق رسیدم که این درسته، دموکراسی برای جهان شمولیش در مقابل دوگانگی نیست، استانداردهای دوگانه نیست. شما وقتی که شکنجه رو مطلقا ممنوع میکنین فرقی نمیکنه که آمریکا شکنجه رو مرتکب بشه یا ایران شکنجه رو مرتکب بشه. یا وقتی نقض حیات رو اعدام رو میخواین لغو بکنید به همون اندازه در هر نقطه از جهان محکومه. درسته، کاملا درسته. ولی وقتی که حقوق بشر در کشور قدرتمندی مثل آمریکا زیر پا گذاشته میشه، هیچ کس نمیتونه هیچ کاری انجام بده جز یک محکومیت. ولی وقتی میرسه به یک کشوری که در عرض 3 هفته پایتختش رو به تصرف در بیارن به اسم حقوق بشر و باعث میشه صدها هزار نفر بیگناه کشته بشوند، اینجاست فرق بشه. خانم بهرینی، یه بحث مهم از ایشون پرسیدن، از آقای صالح فرصت نشد جواب بدن، دوباره ازشون میپرسم، ولی شاید بیشتر شما باید جواب بدید به این سوال. یه بحث مهم این است که اون چه که ما تحت عنوان کاستی، کمکاری، نقص و یا حتی سوء استفاده از حقوق بشر، این چقدر به دولت‌ها و یا حتی نهادهای حقوق بشری برمیگرده، چقدرش ربط پیدا میکنه به خود ماهیت این مجموعه حقوق بشر و گفتمان حقوق بشری. مثلا من پیش از برنامه با آقای ولحری که صحبت میکردم میگفت این که حقوق مدنی و سیاسی در اولویت قرار میگیرن، خود همین باعث میشه که توجه نهادهای حقوق بشری مدام به سمت اینها باشه و در نتیجه از حق کار، حق نمیدونم مسکن برای اقشار کم درآمد خیلی صحبت نشه. به عبارت دیگه بخش از این کاستی ها برمیگرده به خود ماهیت مجموعه‌ای که ما حقوق بشر مینامیم و به گفتمانی که متأثر از این مجموعه هست. این پاسخش چی هست؟ این کاستی ها به بستر سیاسی اجتماعی که این حقوق قراره در اون تحقق پیدا بکنه برمیگرده. ببینید ما به عنوان حقوقدان و نهادهای مستقل با اسناد و مدارک کار میکنیم. شما اگر بخواید از حق تشکل کارگری دفاع بکنید، مراجعه میکنید به اسناد و بر اساس اونها از این حق دفاع میکنید. ولی اینکه یک گروهی با نگاه سیاسی نخواد به این اسناد ارجاع بده و برای خودش روی هوا بزنه، این یک مسئله دیگه است. این به دلیل نگاه سیاسی اون فرده و اینکه نمیخواد به اندازه کافی به اسناد رجوع کنه. یا اگر کشوری به هر دلیلی به نام حقوق بشر به عراق حمله میکنه آمریکا، هیچ سند بین‌المللی وجود نداره که طبق اون شما بتونین این حمله رو به نام دفاع از حقوق بشر توجیه بکنین. اون حمله نقض حقوق بین‌الملل بوده و هیچ بحثی در بین حقوقدانان نیست. اینکه در بین سیاست مدارا
دوران این بحث هست به این دلیله که اونها برای منافع ژئواستراتژیک خودشون از هر ابزاری استفاده میکنن. آقای بوتری، این ترتیب بر اساس صحبت‌های خانم بحرینی، اگر بی‌توجهی هست به بخشی از حقوق در کشورهایی چون ایران، این به اسناد حقوق بشری، به مجموعه‌ای که ما حقوق بشر می‌نامیم، از اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفته تا میثاق‌های بعد، ربطی به اینها نداره. این شاید ربط داره به عوامل خیلی مشخص در کشورهای مشخص، از جمله فعالان مثلا حقوق بشر در ایران. چنین چیزی رو قبول دارید؟ یعنی شما در مجموعه اسناد حقوق بشری نقصی نمی‌بینید در ارتباط با حق کار، حق اشتغال، اینکه قراردادهای جهانی حقوق بشر وقتی هست، خیلی از موادش در همین رابطه است. آموزش پرورش رایگان به صورت مثال، بحث برخورداری از دستمزد، برخورداری از تامین اجتماعی، حمایت در قبال بیکاری، تمام اینها از تشکل‌یابی، تمام اینها در علمی جهانی حقوق بشر. آیا شما که خوب دنبال میکنید، نهادهای کارگری در کشوری مثل ایران، اینها کاملا خودشون رو متعلق به این گفتمان حقوق بشری مینامن، خودشون رو در این گفتمان حقوق بشری میبینن؟ خب من باید ابتدا اشاره کنم که ما دو نوع تشکل در ایران داریم. تشکل‌هایی هستند که رسمی هستند و حالا در قانون کار به رسمیت شناخته شدن، از سوی حکومت پشتیبانی میشن، نمایندگانشون به سازمان بین‌المللی کار اعزام میشن یا در شورای عالی کار حضور دارن. گروه دیگه ای هستند، تشکل‌های مستقل عنوان اسمی گذارم روشون. این تشکل‌ها توسط خود کارگران به وجود اومدن، مورد حمایت هم نیستن. منظورم دومی بود. دقیقاً می‌خواستم همین رو باز بکنم. گروه اول اصلا توجه به این موضوع نداره، بحث حقوق بشر. حالا بعضی وقتا انتقادهای مطرح میشه در مورد مسائل حالا دستمزد، ولی خب پیگیر باز هم اونها نیستند. خیلی از همین نمایندگانی که انتقاد میکنن خودشون به همون حقوقای کمتر از خط فقر رأی میدن. در مورد تشکل‌های دوم فکر می‌کنم اینقدر این تشکل‌ها تحت فشار هستند، اعضاشون و فعالینشون احضار میشن، تهدید میشن، حکم زندان میگیرن، که به نوعی این بحث گفتمان حقوق بشر صرفا در زمینه همین برخوردهای قضایی و امنیتی بارز نمود پیدا میکنه. نه بحث فعالان کارگری بازداشت میشن، زندان میشن، حکمای سنگین میگیرن، اون وقته که واکنش هایی نشون داده میشه، ولی خب در مورد مسائل مثلا حقوق بس حقوق دستمزد، بله، در بیانیه‌ای که صادر میشه یا بیان مشترکی که میدن، این رو اشاره میکنن که حق زندگی کارگران نادیده گرفته شده، ولی استنادی به طور مثال اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق نامه ها اینها نیست. صرفا ممکنه به مقابل نامه های سازمان بین المللی کار استناد بشه که ایران یا حکومت ایران متعهد است به اجرای اونها یا موافقت کرده بود. آیا حرکات کارگری، حرکات اعتراضی جدی بوده که اصلا منعکس نشده در اعلامیه ها، نمیدونم بیانیه ها یا در فعالیت های حقوق بشری؟ فکر میکنم بله. حالا شاید من اشتباه میکنم، شما تصحیح کنید من رو. به طور مثال اعتصاب خب دو ماهه 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافقی‌یزد بود که نمایندگانشون بازداشت شدن برای چند وقت و بعد تحت فشار کارگران آزاد شدن و دولت به نوعی عقب نشینی کرد که البته خب خواسته هاشون بعد از هولوش این دو سال، اگه اشتباه نکرده باشم حافظم یاری کنه، سال 93 یا 94 بود که هنوزم هیچ کدوم از اون توافقهایی که دولت گفته انجام نداده بهش. یا به طور مثال کارگرانی که به دنبال افتتاح یا بازگشایی واحدهای تولیدی خودشون هستن، به اینا به اون صورت توجهی نمیشه. در این زمینه خلأ خیلی وجود داره. حقوق کارگری هست، ولی مثلا خیلی حقوق دیگه اقتصادی هم هست، مثلا حق مسکن بسیار جای کار داره. گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با حق مسکن آخرین بار سال 2005 از ایران دیدار کرد و یک گزارش مفصل 26 صفحه‌ای در این رابطه نوشته، ولی به اون اندازه در طی این سالها در رابطه با حق مسکن کار نشده. یا حق سلامت که زیر اون هوای سالم قرار میگیره، گزارشگر ویژه ایران احمد شهید سال 2014 یک بخشی از گزارش خودش رو به موضوع ریزگردها، خشک شدن دریاچه ارومیه و آلودگی هوا اختصاص داد، ولی با این وجود خیلی بخش کوتاهیه و روی اون کار مستمر همینطور که آقای بالاری گفتن صورت نگرفت. این نکته اشاره بکنم، البته دبیرکل سابق سازمان ملل متحد سال گذشته یه گزارشی راجع به ایران منتشر کرد که بخشش به فشارهای امنیتی قضایی به فعالان کارگری اختصاص داشت. بله.
آقای ساله، شماری از نگرانی ها در مورد جهان شمول نخوندن حقوق بشر به این برمیگرده که اگر ما جهان شمول و جهانی نخونیم، اون وقت به دولت ها اجازه میدیم بر اساس منافع ملی خودشون عمل کنن و این منافع ملی ممکنه در جهت حتی در جهت منافع ملت خودشون باشه، اما علیه منافع ملت دیگه باشه. مثال خیلی واضحش در شرایط کنونی در مناطقی مثل خاورمیانه آبه. ممکنه یه دولتی بگه که من چیزی به اسم حقوق بشر جهانی نمیشناسم، من میخوام منافع ملی خودم رو تامین کنم، بنابراین این آب رو میبندم به روی کشور دیگه. اینجا یکی از اون جاهایی است که جهان شمول نخوندن حقوق بشر ضربه جدی میزنه به بشر و معنای عامش. یعنی شما ممکنه حقوق شهروند خودت رو تامین کنی در جهت مثلا قطع کردن آب آشامیدنی ملت دیگه. این از اون مثال هایی نیست که نشون میده جهان شمول نخوندن حقوق بشر اتفاقا راه رو برای سوء استفاده باز میکنه به اسم منافع ملی و یا به اشکال دیگه. این مسئله برمیگه به حقوق بین الملل تا حقوق بشر. حقوق بین الملل یک سری قراردادهایی است بین کشورها که باید مراعات کنند در صورتی که امضا شده باشه. در غیر این صورت فقط قدرت اون کشوری که تعیین میکنه چه چیزی درسته چه چیزی غلطه. تغییر و فهم ما از حقوق بشر در همه جا اتفاق افتاده و در حال اتفاق افتادن. اونهایی که معتقدن حقوق بشر جهان شموله میگن اتفاقا مبنای حقوق بین الملل باید حقوق بشر باشه. اصلا حقوق بشر یک شاخه از حقوق بین الملله. حقوق بشر فقط مجموعه از ارزش ها و ایده ها نیست. حقوق بشر در کنوانسیون ها، همون معاهده های بین المللی که شما گفتین، درج شده. کشورها اون رو امضا میکنن و بنابراین برای اونها اجرای اون حقوق الزام آوره. بله. ولی وقتی که یک معاهده بین دو کشور بر مبنای مسائل محیط زیستی یا آب یا نظامی یا امنیتی یا رفت و آمد و مهاجرت ایجاد میشه، ضرورتاً مسئله حقوق بشر ربطی نداره، مد نظر قرار نمیده. این یک بخشی از معاهدات بین المللی میتونه باشه که بیش از سه چهارم کشورهای جهان اون رو امضا کردن. مشکل ما تفسیره. اما طبق کنوانسیون قراردادهای بین المللی وین، هر زمان که بین یک کنوانسیون حقوق بشری که یک کشور امضا کرده و یک معاهده بین المللی بین دو کشور اختلاف وجود داشته باشه، معاهده حقوق بشری ارجحیت داره اجراش بر تعهد بین دولتی بین دو کشور. ایران و افغانستان نمیتونن معاهده دو جانبه امضا کنن که برخلاف موازین حقوق بشری باشه. اگر برخلاف تعهداتشون در یک کنوانسیون دیگه‌ای که امضا کردن باشه، اون کنوانسیون ارجحیت داره. این کار انجام شده. خب. دولت بریتانیا معاهده بسته با اردن، تروریستایی رو دپورت کرده و دقیقاً به همین دلیل و به همین دلیل عفو بین الملل و نهادهای دیگه دائما این موضوع رو پیگیری کردن و کشورهای اروپایی که افراد رو به ذهن تروریست به کشورهای عربی استرداد کردن در دادگاه حقوق بشری اروپا مورد مؤاخذه قرار گرفتن و در برخی موارد غرامت پرداخت کردن. یا دولت کانادا به خاطر انتقال سه مرد به سوریه امروز همین یک ماه گذشته بعد از 10 سال نهایتاً غرامت. خانم بهرینی، یه سوال مهم پیش از پایان برنامه این است که آیا به نظر شما میشه تحت شرایطی به نام حقوق بشر به جنگ رفت؟ چون ایشون خیلی صحبت از تحمیل به انهای مختلف غیر مستقیم و هژمونیک یا واضح از طریق اعمال خشونت کردن. از نظر حقوقی طبق منشور سازمان ملل به نام حقوق بشر نمیشه مداخله نظامی در یک کشور دیگه انجام داد، چون در ماده 51 منشور سازمان ملل اومده که فقط کشورها در صورت دفاع از خودشون میتونن به قدرت نظامی منتهی بشن و هیچ کشوری حق نداره که از زور علیه کشور دیگه ای استفاده بکنه و استقلال یا تمامیت ارضی اون کشور رو به خطر بندازه. تنها زمانی که مداخله های بشر دوستانه به اصطلاح صورت میگیره قانونی هست، زمانیه که زیر چپتر 7 فصل 7 منشور سازمان ملل با تصویب شورای امنیت سازمان ملل باشه. از نظر قانونی هر نوع مداخله دیگه ای برخلاف قوانین بین المللی سازمان ملل. حکومت ها ساخته شدن که حقوق مردم خود رو رعایت کنن و تأمین کنن. اگر حکومتی خود منبع تهدید باشه برای ملتش، بدون شک این یک وظیفه انسانی
و جهانی میتونه باشه که برای جلوگیری از نسل‌کشی. البته این هم قابل تعریفه که چه چیزی نسل‌کشیه. بعضی‌ها میگن چیزی بالای 1000 نفر که اینجا ما با یه چرخش جالب در بحث مواجه هستیم. شمایی که معتقد بودید که حقوق بشر یک بسته‌ای که کمک میکنه به دولت‌های قدرتمند که دخالت کنند در کشورهای دیگه، الان معتقد هستید که اگر تحت شرایطی احساس بشه که حقوق بشر در یک مملکت خاصی داره صدمه ببینه، قدرت‌های جهانی میتونن به جنگ برن. بله توضیح میدم، چون که این مثالی از اون سوء استفاده‌ای که شما گفتید نیست. دقیقاً بله، این که اینجا هم احتمال داره از این موضوع استفاده بشه، در کشوری مداخله نکنن چون که مصالحی ندارن، در کشور دیگه چون که مصالح دارن مداخله کنن. شما فکر میکنین اگر نسل‌کشی با تعاریفی که دیگه پذیرفته شده توسط حقوق داران بین‌المللی در یه جایی در حال رخ دادن یا خطرش هست، باید مداخله کرد برای حقوق بشر؟ بله، دلیلش اون حقوق بشری که به اسمش باید مداخله کرد بدون تایید حتی شورای امنیت سازمان. شورای امنیت یک شورای کاملا غیر عدالتی، غیر متوازن، غیر دموکراتیکه که قدرت‌های جهانی بر حسب مصالح خودشون تعیین می‌کنن چه چیزی چه درسته چه چیزی غلطه. اما ببینید، ما یک نظامی داریم در جهان، نظام آنارشیسمه، یعنی ما یک حکومت جهانی نداریم، یک پلیس جمع در داخل هر کشوری، هر کس مشکلی ایجاد کنه پلیس هست، دادگاه هست، زندان هست، یک نظم هست، حالا درست یا غلط کار نداره. در سطح بین‌المللی ما... یه موازینی و یه نهادهایی هست، ولی شما معتقد هستید کافی نیست. اون موازین کافی نیست، قدرت تعیین میکنه اون موازین چگونه بچرخن و چگونه درست و غلط رو تعیین کنن. متاسفم. شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید تحت شرایطی برای دفاع از حقوق بشر میشه به جنگ رفت؟ ایشون میگن با تایید شورای امنیت ممکنه تحت شرایطی، ایشون میگن خود شورای امنیت هم یه نهادی است که در اون قدرتمندان حرفشون رو به کرسی نشوندن، ولی در این حال معتقدن میشه تحت شرایطی از جون مثلا خطر نسل کشی به جنگ رفت. و شما میخوام ببینم نظرتون چیه رابطه حقوق بشر با رواندا، اون نسل کشی که در رواندا صورت گرفت و 1 میلیون کشته شدن. فکر میکنم خب در اون صورت واقعا لازم هست. چرا سازمانهای حقوق بشری الان دارن میگن اون موقع کمکاری شد از جانب دولت‌های غربی، یا در مورد یوگسلاوی سربرینسا به طور مثال که صورت گرفت که مورد انتقاد هستن کشورهایی که واقعا اونجا حضور داشتن و جلوگیری نکردن. حتی پس به نظر خیلی دیر مداخله، ولی با استفاده از منشور سازمان ملل متحد به نظر با صورت منشور سازمان ملل متحد باید برای حقوق بشر به جنگ رفت. حقوق بشر نه، به نسل کشی تعریف این باز دوباره باید مداخله های انسانی یا humanitarian intervention به قول خود انگلیسی ها، به این معنا که در صورتی که ما متوجه بشیم حکومتی خود منبع خطر برای مردمشه، حکومتی که ملزم بوده تأمین کنه امنیتی که مردمان خود رو، اینجاست که جامعه جهانی باید مداخله کنه، با در نظر گرفتن قوانین شورای امنیت یا بدون آن. مداخله نظامی آخرین اقدام برای جلوگیری از اون جرم بین‌المللیه، ولی خیلی عملهای دیگری هست که کشورها میتونن پیش از اون انجام بدن، مثلا سلاح نفرستن، سلاحایی که میدونن منتهی به ارتکاب نقض حقوق بشر میشه، جلوی تبلیغات پروپاگاندایی که دفاع بکنه از نسل کشی رو بگیرن، و اینها اقداماتی که باید پیش از اون مداخله نظامی صورت بگیره. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر برنامه این هفته میرسیم. تشکر از شما که پایین بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه، علم ساله، رها بحرینی و روزبه بلحری. در صفحه پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی هم میتونید برای ما ایمیل بفرستید و هم برنامه رو ببینید. نسخه صوتی یعنی پادکست برنامه هم در صفحه پرگار در وبسایت هست. ضمناً پادکست رو روی کانال تلگرام هم از طریق تلفن موبایلتون میتونید بشنوید و البته از فیسبوک برنامه مطابق معمول میتونید استفاده کنید و همین بحث رو اونجا ادامه بدید. شب و روز بر همه شما خوش.